21مین روز بهمن ماه برابر با 10 فوریه، سال 1133 خورشیدی برابر با 1755 میلادی، در گذشت شارل لوی دو سکوندا مونتسکیو، فیلسوف و نویسنده فرانسوی که پس از طی تحصیلات علوم دینی به مقام وکالت رسید و پس از چندی به تحقیقات علمی و تاریخی و حقوقی پرداخت. مونتسکیو به تدریج به انتشار رسالات در موضوعات مختلف روی آورد که نشان می‌داد به عنوان یک نویسنده در کلیه رشته‌های علمی و اجتماعی صاحب نظر و دارای معلومات کافی است. اما آنچه که او را برای همیشه جاودانه کرد رساله‌ای بود که در زمینه قوانین نوشت. این کتاب که روح القوانین نام دارد مرجع مدنیت امروز شد و چون از وضع آن زمان کشور ناراضی بود، کتاب جالب دیگری به نام نامه‌های ایرانی بدون ذکر نام مؤلف منتشر ساخت. شهرت و آوازه این کتاب و روح القوانین باعث معروف شدن مونتسکیو شد و به عضویت فرهنگستان فرانسه انتخاب گردید. سال 1325 خورشیدی برابر با 1947 میلادی، امضای قرارداد صلح بین دول متحد و متفق. دو سال پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، قرارداد صلح بین دولت‌های متفق شامل آمریکا، شوروی، انگلیس و فرانسه با شکست خوردگان متحد شامل ایتالیا، فنلاند، لهستان، مجارستان، رومانی و بلغارستان امضا شد و به این ترتیب این 6 کشور بار دیگر استقلال خود را به دست آوردند. بر اساس این قراردادها سرنوشت قسمت‌هایی از مناطق تصرف شده مورد بررسی قرار گرفت و از جمله 4 منطقه مرزی از تسلط ایتالیا خارج و به فرانسه واگذار گردید: جزایر آدریاتیک به یوگسلاوی، جزایر دودکانس به یونان، منطقه شمالی رومانی به روسیه و پتسامو در فنلاند به روسیه واگذار گردید. در همین راستا ایتالیا به پرداخت 360 میلیون دلار غرامت و ایجاد یک منطقه آزاد محکوم شد. سال 1301 خورشیدی برابر با 1923 میلادی، در گذشت ویلهلم کنراد روتنگن، فیزیکدان آلمانی و کاشف اشعه ایکس که در یکی از روستاهای آلمان به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در هلند گذرانید و سپس در دانشگاه زوریخ سوئیس زیر نظر فیزیکدانان معروف به تحصیل پرداخت. روتنگن که به رشته‌های برق، نور و گرما علاقمند بود، پس از چند سال مطالعه و تحقیق به اخذ درجه دکترای فیزیک نائل آمد و سپس در آلمان به تدریس پرداخت. پس از مدتی روتنگن مطالعات خود را درباره الکتریسیته و نور متمرکز کرد و در نهایت در ادامه مطالعات فیزیکدانان هم عصر خود موفق به کشف پرتوهای جدیدی شد که قادر بودند از خیلی از اجسام عبور کنند و چون این پرتوها ناشناخته بودند، روتنگن آنها را اشعه ایکس نامگذاری کرد. این اشعه می توانست در پوست و درون ماده نفوذ کند و با تابش بر بدن سایه استخوان‌ها را بر روی صفحه بیندازد. به پاس این کشف مدال سلطنتی به روتنگن اهدا شد.